مدعیات را که اقلیت های قومی مطرح بکنه فقط و فقط دلبستگی به حضور قوت های خارجی در درون افغانستان دارد. اگر این دلبستگی رفع بشه، بار بالاخره کشورهای خارجی بار و پتک بسته میکنه، از افغانستان بیرون میشه. من یقین دارم که افغان ها بین خود بالاخره در سازش و تفاهم یا با اهمال زور و خشونت و برخورد، که با تأسف اینا بگویم که در صورت که هر کس در محد و حدود حقوق خود باقی نمانه، استکاک ها این برخورد ها اجتناب ناپذیر است، و یا به حساب رضایت و تفاهم و بالاخره توافق مجددا افغان ها رای خود پیدا میکنه، و عنصر که این وحدت برهم زده و عبارت از قوت های خارجی است که سر از این باز به تعقیب سوال های دیگه شما من ممکن به تفصیل صحبت زیادتر کنم. خب آقای رحیمی، نکات زیادی تو صحبت های آقای ترکی بود، ولی بگذارید به اصل ترینشون فعلا بچسبیم. اون چیزی که روند استقرار دولت ملی و ملت سازی رو مختل کرده دخالت خارجی است، این عامل اصلی است. نظر شما راجع به این چه است؟ در یک بخش صحبت ها که اصل ملت و بعد هم دولت ملی که باید ریش مشروعیت خود را از ملت بگیره، یک پدیده اروپایی است و در اروپا شکل گرفت و داستان جداگانه در سطح کشورهای اروپایی داره، با این بس متاهت موافق است. منتها این پدیده دولت ملت و دولت ملی میدانیم که در گذشته ها مشروعیت یک بود الهی داشت، پادشاه سایه خدا بود، و با وقتی که شما میخواین اصل مشروعیت از نگاه فلسفی تغییر بدین، ملت و مردم میان جانشین اون سایه خدا میشن. حالا این ملت رو باید تعریف کرد به چه محورها و چه اساسات ملت شکل میگیره، بر اساس زبان و فرهنگ مشترک، بر اساس دین، بر اساس تبار تاریخ مشترک، که کشورهای مختلف تجربه های متعددی را داشتن. شما در تجربه آلمان تبار مشترک و زبان مشترک دارین، در آلمان در تجربه فرانسه زبان مشترک را دارین، در آمریکا مثلا یک ایدئال هایی را برای آینده مثل آزادی، دموکراسی و باور و عدالت را دارین. اینا محورهای تشکیل دهنده ملت میشن، و دولت های ملی هم به مرور زمان در کشورها شکل میگیره. ولی این پدیده در جامعه ما به خصوص در افغانستان توسط استعمار میره. افغانستان توسط استعمار نقشه‌ریزی شده و شکل گرفته. اون ادعایی که افغانستان را افغان ها تشکیل دادن و مؤسسه داره، اینها فکر میکنم بیشتر ادعای تاریخی است. گسترش نفوذ امپراتوری اتحاد تزار روسیه و گسترش نفوذ امپراتوری بریتانیا در یک جایی میرسه که باید یک کشور حائل را شکل بتن، و در یک مقطعی از زمان این کشور حائل را شکل میدن، و تا سالهای 1996 مرزبندی های برای مرز مشخص برای این سرزمین تعیین میکنن، و در عین حال استقلال سیاسی کشور را سلب میکنن، که در 1919 افغانستان استقلال سیاسی خود را میگیره. در تجربه جهان سوم با کشورهای پسا استعماری، روند ملت سازی بیشتر وظیفه دولت هاست. اینا دولت هاستن که از بالا آمدن، یعنی ابتدا دولت شکل میگیره و این دولت سعی میکنه که مفهوم ملت رو در واقع ایجاد کنه با تمهیدات خاص خودش. در تجربه کشورهای آسیایی و افریقا، چون این پدیده دولت ملی و ملت یک فرایند طبیعی سرزمین و منطقه و فرهنگ ما نیست، چیزی است که از بیرون آمده. اولا دولت ها تاسیس میشن و یک نخبه ای که غرب زده و در غرب تحصیل کرده مسئولیت دولت و دوش میگیرن. اینها تلاش میکنن ملت سازی رو شکل بدن، برنامه ریزی بکنن. بسیار خوب. در افغانستان اگر از اوایل قرن 20 یا اواخر قرن 19 بگذریم، این تاریخ بسیار جالب توجهه، ولی به زمان حال بیایم، آیا شما معتقد هستید و موافق هستید با صحبت های آقای ترکی که در حال حاضر این روند مختل شده با دخالت نیروهای خارجی، یا فکر میکنید اگر مختل شده عوامل داخلی سهیم دستن؟ اصلا روند ملت سازی، اگر یک مقدمه کوتاهی باید به خاطر روشن شدن موضوع عرض بکنم، روند ملت سازی، مفاهیم ملت
وطن و دولت، اینا مفاهیمی هستند که در سالهای در اوائل قرن 20 وارد افغانستان با آمدن محمود طرزی وارد ادبیات ما شدن. قبل از او شما این مفاهیم را در عرصه سیاسی ندارین. با به قدرت رسیدن امان الله خان روند ملت سازی به گفتمان رسمی دولت تبدیل میشه که در محورش زبان پشتو، تاریخ افغانستان و پان اسلامیزمی که سید جمال الدین افغانی و آقای طرزی شعار میدادن قرار داره. این روند در زمان حکومت مصاحبان که از حکومت نادرشاه در 1930 به بعد آغاز میشه تا آخر حکومت ریاستی محمد داوود خان به سیاست رسمی دولت افغانستان تبدیل میشه. این روند بیشتر پشتون محور است. روند ملت سازی در افغانستان یک روند پشتون محور است که اتکا داره بر زبان پشتو، بر بازنویسی تاریخ افغانستان، ایجاد اون اصل آریایی و خراسان و عمق تاریخی دور و دراز برای این منطقه و تاکید بر زبان پشتو، ایجاد پشتو تولانه اکادمی و فرهنگستان زبان پشتو. اگر اجازه بدید ما اینجا